هفته قبل به شلوغ‌ترین و معروفترین خیابون پوکت رفتم، سپس متداولترین غذای تایلند رو هم امتحان کردم، غذایی به نام پاد تای. بعد هم از سر کنجکاوی از یک دست فروش عقرب خریدم و خوردم. فردای اون روز با کشتی به یکی از معروفترین و زیباترین جزایر تایلند رفتم، جزیره‌ای به نام پی پی، جزیره‌ای که با حدود 2500 نفر جمعیت یکی از مقاصد اصلی گردشگران در تایلند است. بعد از پیدا کردن یک هتل، یک قایق اجاره کردم تا برم برای دیدن اطراف این جزیره. Hello. How are you? جزیره پی پی و منطقه اطراف اون جزئی از یک پارک ملی هستند به همین نام، پارک ملی پی پی. آب آبی و شفاف، سواحلی با شنهای سفید و کوههای آهکی از مشخصات این منطقه هستند. با قایق رفتیم به سمت یکی از مکانهای دیدنی در جنوب جزیره، جایی که دریا در بین کوه محاصره شده و محل بسیار بی‌نظیری رو تشکیل داده. به علت محبوبیت و معروفیت این محل تقریبا میشه گفت که هر گردشگری که به جزیره پی پی میاد حتما یک سر با قایق به این محل میزنه. از گردشگرانی که تنها سفر میکنن گرفته تا کسانی که با گروه‌های کوچیک و بزرگ هستند. وجود مناظر بسیار زیبا هم به گردشگران انگیزه عکاسی و فیلمبرداری میده. مدتی در این منطقه با قایق دور زدیم و بعد رفتیم به سمت یکی از معروفترین سواحل این منطقه. یکی از دلایلی که این منطقه معروف و محبوب هست بین گردشگران این هستش که ساحلی در اینجا وجود داره، همین ساحلی که پشت سر من میبینین، که فیلمی به نام The Beach یا ساحل با بازی لئوناردو دیکاپریو در اینجا فیلم برداری شده. به همین دلیل خیلی از گردشگران میان اینجا تا اینکه تو این ساحل باشن و لذت ببرن از بودن در لوکیشن این فیلم. ولی خب خیلی از مشکلاتی هم که به وجود میاد این هستش که طبیعتا همه با قایق میان اینجا و قایق ها لنگر میندازن تا اینکه گردشگران برن به این ساحل و اونجا قدم بزنن و این لنگر انداختن این قایق ها باعث شده که خیلی صدمه وارد بکنه به مرجان هایی که در اینجا هست و خیلی از این مرجان ها از بین رفته. ولی خب ظاهرا خیلی توجه نمیکنه دولت تایلند به این و اون کسب درآمد مهمتر هستش و کماکان کلی گردشگر میاد اینجا. تصور بکنید الان در دوران همهگیری کرونا، با اینکه تایلند کمی بسته هست و ورود گردشگران محدود هست به این کشور، اینقدر شلوغ هست اینجا و همچنین توی ساحل کلی گردشگر رو میشه دید که توی هم دارن همینجوری راه میرن و طبیعتا اون پروتکل های بهداشتی رعایت نمیشه. به این دلیل ترجیح میدم که از روی قایق این ساحل رو از دوردست نگاه بکنن. در ضمن برای رفتن به این ساحل هر نفر باید 400 بات هم پرداخت بکنه. یک قسمت دیگه این جزیره هست به نام جزیره میمون ها. البته 4 تا میمون فعلا اینجا نیست و دیگه ملت میان اینجا به میمون ها غذا میدن دیگه. حالا نمیدونم درست هست از لحاظ حیات وحشی یا نه. بعدم این ناخدای کشتیمون دیگه که چیزی دستت نباشه که اصلا میپرن تو قایق همه چیزو برمیدارن. بریم جلوتر. این رفیقمون دون که ناخدای کشتیه میگه که ایراد نداره به میمونا میوه داد و دادن میوه ظاهرا خیلی خللی ایجاد نمیکنه توی چرخه غذایی میمونا و به همین دلیل یکم انبه بهشون دادم. ولی نون و غذاهایی که در حقیقت انسان ها میخورن و نباید داد به حیونا. حالا از این داستان میمونا که بگذریم، یه چیزی الان دیدم، یه موضوع یادم افتاد. ما خیلی محیط زیست تر و تمیزی داریم کلا تو دنیا که این 2 سال اخیر یک قلم هم بهش اضافه شده توی این زباله ها و اونم ماسکه. تو این دریا هم میشه ماسک رو دید، تو خیابون میشه ماسک دید. واقعا اینا یک کم اینجاست، نگاه کنید. یعنی واقعا عالی هستیم ما انسان ها، واقعا عالیم، خیلی عالیم. بعد از دیدن چند محل دیدنی در این اطراف برگشتیم به سمت جزیره پی پی. میبایست کشتی رو میگرفتم و برمیگشتم به سمت پوکت. طبق برنامه میبایست فردا سفر رو با دوچرخه ادامه بدم به سمت بانکوک، ولی اتفاقی افتاد. دیروز در حین راه رفتم پام پیچ خورد و خیلی بهش توجه نکردم، ادامه دادم، ولی شب که رفتم خونه دیدم کمی درد گرفته، ورم کرده و یک ذره هم کبود شده. ولی امروز صبح که بیدار شدم دیدم که کاملا ورم کرده، کبود هستش. به همین دلیل برنامه دوچرخه سواری متاسفانه کمی افتاد به عقب و صبر میکنم چند روزی و شاید یکی دو هفته صبر بکنم ببینم پا به چه صورت میشه و بعد نگاه میکنم که آیا سفر با دوچرخه امکان پذیر هست یا نه. لبخند به لبام هست ولی خیلی حالم گرفته است که برنامه اینجوری تغییر پیدا کرد، به خاطر اینکه فردا قرار بود که حرکت بکنیم. بعد از مدتی جزیره پوکت رو ترک کردیم و داریم میریم به سمت بانکوک، به سمت شمال طبق برنامه‌مون. ولی از اونجایی که مچ پای من کماکان خوب نشده و باید بهش استراحت بدم، این مسیر رو با ماشین اومدیم از پوکت به سمت شهری به نام سورات تانی و از اینجا قطار رو میگیریم میریم به سمت بانکوک. رسیدیم به این شهر، به ایستگاه راه آهن، اسب‌ها رو پیاده کردیم، دوچرخه رو پیاده کردیم و رفتم برای تهیه بلیط و قطار رو امشب میگیریم ساعت 8 شب و فردا 9 صبح به بانکوک خواهیم رسید. چند ساعتی صبر کردم و هوا هم تاریک شد. مسافران دیگه هم اومده بودن و در نهایت چند دقیقه به 8 شب قطار اومد. اسب‌ها رو سوار قطار کردم و وقتی که قطار راه افتاد، بعد از مدتی مأمور قطار اومد و تخت رو ملافه کشید و مرتب کرد. من هم خوابیدم تا صبح روز بعد. ساعت 8 صبح بود که به بانکوک رسیدم. اسب‌ها رو جمع کردم و از قطار پیاده شدم و رفتم به سمت واگن بار. یکی از کسایی که اونجا کار میکرد بعد از اینکه کلی بلیط رو نگاه کرد و با همکارش صحبت کرد، گفت که دوچرخه توی این قطار نیست و با قطار بعدی میاد. پرسیدم کی میاد؟ با دست نشون داد 4، یعنی باید 8 ساعت اینجا صبر میکردم تا دوچرخه برسه. واقعا متوجه نمیشدم خب چرا دوچرخه‌ها رو با همون قطاری که خودم اومدم نفرستادن. همکارشم با ایما و اشاره میگفت که برم جایی بشینم تا دوچرخه برسه. خودمون رسیدیم، دوچرخه‌هامون نرسیده، تو این قطارم نبود و میگه که باید صبر کنی با قطار بعدی دوچرخه‌ها میاد. فعلا موندگاریم تا اینکه قطار دوچرخه‌ها رو بیاره. اومدم اینجا که یه غذایی بگیرم و غذا اکثرش گوشته و ترجیح میدم که فعلا گوشت نخورم. هوا هم گرمه. سفارش دادم، گفتش برنج با سبزیجات و تخم مرغ و برنجا رو کشید گذاشت کنار و بعدم یکم روغن ریخت و یکم ادویه و بعد تخم مرغا رو ریختون هم زد و بعد بهش سبزیجات اضافه کرد، شروع کرد به هم زدن و کلی هم ادویه ریخت. 2-3 تا قاشق شکرم ریخت که دیگه تا اومدم بگم شکر نریخت که دیگه دیر شده بود. کلی هم زد روی حرارت بالا. بعد هم وقتی غذا آماده شد اونا رو ریختش توی یک ظرف یه بار مصرف و خیارم برید و ریخت روش به عنوان سالاد و قیمتش هم شد 120 بات، یعنی هر کدوم 60 بات. شما بات رو 1000 تومن حساب بکنین الان، حالا این لحظه که ویدیو داره پخش میشه نمیدونم با چنده. خلاصه میریم تو کار غذا تا اینکه دوچرخه ها عرا برسن. کار دیگه ای نمیشد کرد. نشستم و غذامو خوردم. چند بارم رفتم به قسمت بار و سوال کردم تا که بیشتر مطمئن بشم. البته هر سری یک چیزی میگفتن. تصمیم گرفتم منتظر بمونم تا ببینم که چی میشه. بالاخره دوچرخه‌ها رسید. انقدر غیر منتظر رسید که دیگه فرصت نشد این مراحل تحویل گرفتن دوچرخه رو فیلم بگیرم. اسب‌ها رو بار اسبا میکنیم، یاد مغولستان افتادم. اسب‌ها رو بار دوچرخه میکنیم و میریم به سمت مرکز شهر، به سمت هتل.